امروز در بخش حال شما در رابطه با حجامت صحبت میکنیم که حجامت چی هست و چه نقشی در طب سنتی داره یا هم طب گیاهی که شاید شما هم اطلاعات کم و بیشی در موردش داشته باشین. دکتر رفیق کاظمی مهمان ما هستن، متخصص طب گیاهی در این بخش. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح شما بخیر و صبح همکارای ما. سلام خدمت بینندگان تلویزیون طلوع، بسیار تشکر در خدمت شما. بسیار خوش آمدین جناب دکتر صاحب. این در رابطه با این موضوعی که انتخاب کردیم کمی بیشتر صحبت بکنین و توضیحات بیشتر بدین. در خدمت شما هستم. حجامت چیست؟ حجامت خو از تقریبا 3300 سال قبل از میلاد است که رسم از قدیما در طب یونان یا طب قدیم یونان بوده و یک بخش از قوانین سنتی بوده که اکثرا طبیبای یونانی را پیش می بردن یا طبیبای گیاهی. خواستیم یک ذره معلومات بر مردم بدیم که به طور درست اینو حجامت بکنن. خب حجامت چقدر جنبه علمی داره؟ این حجامت اکثرا از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که می گفتن این سنت است، به چی دلیل بوده؟ حجامه اکثرا در سر عصبای سیاتیک می گرفتن یا کسایی که مشکلات خون می داشته باشن یا به اصطلاح چربی می داشته باشه یا دپریشن های زیاد می داشتن، باز می گفتن که حجامت بکنین که یک مقدار خون از بدن کم شوه. یعنی ارزش درمانی داره؟ بله بله، 100%. به اون خاطر باز از اون از قدیما ایره رسم ساخته بودن که به عنوان یک سنت مردم ازش فایده ببره. آیا دکتر صاحبا توصیه میکنن حجامت به مریضای خود؟ فکر نکنم. اکثرا دکتر صاحبا ما به خاطر که اگر درست کسی حجامه بکنه مشکل نداره، اما دکتر صاحبا به خاطر این تجویز نمیکنم، اجازه نمیتن که بیداشتش درست رعایت نمیشه. از یک کپ چندین بار استفاده میشه. یا اگر کسی که مشکلات زردی سیاه می داشته باشه یا تبرکلوز می داشته باشه یا بعض از مشکلات دیگه، این سرایت میکنه به یک کس دیگه. به اون خاطر زیادتر و مرحله شمیشه که این مرحله نخست است. این یک مرحله است که کپنگ خشک میگن، چون حجامت به چند نوع است. تر خشک داره، این فقط در قسمت خالیگاه های موره کپ اندازی میشه که اگر کدام عصب سیاتی که از اثر وزن زیاد یا اثر فشارهای کاری که سر گردن یا سر کمر میه، این فقط کپنگ خشک است. اول نیاز است برای یک عصب کشی هم؟ بله، حجامت خود قانونش همی است. کسایی که میخوان حجامت بکنن اول باید فیزیوتراپی کامل بگیرن که عصبا خود آزاد بکنن، نرم بکنن. اول یک چرب‌کاری. بله، بعد از چرب‌کاری و فیزیوتراپی کامل اینا میتونن کپینگ خشک بکنن. در مورد انواع حجامت اگر بگوین برام. حجامت به 10 نوع است، اما زیادتر به تر و خشک بسیار مردم آشنایی داره. بله، از بهترین زمانش هم میشه صحبت بکنیم که چه زمان خوبتر است؟ ایمال عزیز، حجامت 4 فصل داره. در هر 4 فصل حجامت خوب است، ولی روش های خاص خود داره. اگر در بهار است به اصطلاح خود هوا گرم است، اما در زمستان که میشه کپ باید گرم بکنی که حجامت گرم شود، چون این قلیا و همی مشکلاتی که در خون است یا آبسه میباشه این را مکش میکنه، کش میکنه. فواید حجامت چی هست؟ پیشتر عرض کردم، زیادتر به خاطر مشکلات های عصبی، به خاطر فشار، به خاطر کسایی که مثلا زردی دارن، اکثرا کسایی هستن که ششایشان عوامی داشته باشه، سینوزیت یا سینه و بغل از هیچ و خوب نمیشه، باز این یک دوره خاص داره که به کدام وقت یا به کدام زمان حجامه شه و حجامه را باید تشخیص بکنن. بله. که آیا یک ضرورت داره یا نداره. بله. ببینید، یک آدم از بسیار ساده میگه میگم من میخوام حجامه کنم به خاطر که سنت است. بله. اما ما سنت ها را اکثرا مثل یک تجارت واره میکنیم که شخصا اگر ما بخوایم کسی را بخوایم حجامت بکنم، این را مشخص میکنم که کم خون نباشه، این کدام زمان است، این شکر نداشته باشه و یا کدام بیماری که سرایت نکنه به کس دیگه. بله، بکس کمک های اولیه اینجاست. در از چی چیز هاست دکتر صاحب؟ این را خواستم که براتون بگم که یک کپ است و همون مکش است که خب، کش میکنه. بله، این وسایل است که نیاز است برای این نیاز است. بله بله. ایمال عزیز، قبلا من اشاره کردم که عکس‌ها رو دیدین که قدیما از کپ‌های میسی استفاده میکردن. بله. و یا شاخ استفاده میکردن که برای کسایی که خودش حجامت میکردن در مرز خطر قرار داشتن. بله.
به او خاطر آل یک سیستم بسیار پیشرفته و خوب شده که کپا یک بار مصرف است. یک بار مصرف و باید یک بار مصرف باشه. و تیغی که ما خراش میکنیم یک بار مصرف است. ای باید یک بار استفاده شود. قبل از اینکه ما کسی را میخوایم اجاره بکنیم باید ضدعفونی بکنیم. یا الکل پاد که منظم جایش پاک شود. که سرایت نکنه و کسی خود کسی که زمانی زده میشه دکتر صاحب که جلد یا پوست نرم باشه اینا وقت که آماده میشن ایمال عزیز آمادگی ازی که اول فیزیوتراپی میخورن بعد که مکش انداخته میشه باید خون اضافه کش کنه که دیگه زیر پوست بانه بعد از او اگر این ضرورت به اجامه داشت زیر پوست سیاهی پیدا میکنه که همیشه هم نمیشه که به صورت مکش همه جا را تیخ بزنیم فقط یک جای بسیار اساس و اگر مشکل داشته باشه بله بیشتر کدام قسمت مثلا تیغ زده میشه فقط فرق میکنه بله فرق میکنه ایمال عزیز ما سه کپ اجازه زیادتر از این نداریم بله. به خاطر که اکثرا مثلا زانو هست ببینید بسیار تصویر قسمت های زانو هم میشه اینا به هیچ عنوان قسمت های زانو تیغ انداخته نمیشه بله خیر چون نباید از قسمت زانو خون گرفته شود بله پس به قسمت هایی که بخار داره پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش حدیث را که گفته به خاطر اجامه جایی باید اجامه شوه که در دید نباشه به خاطر بخار یا به خاطر مثلا مشکلات جلدی فقط زیر زناق است یک تیغ میخوره و یک مکش انداخته میشه کمی افرازات زیر پوست بیرون میشه خب کسانی که چربی خون و فشار خون دارن اینا هم میتونن که حجامت بله بله اینا میتونن حجامت بکنن در صورتی که شکر نداشته باشن اول تشخیص میشه بله اینا باید مشخص شود که بله سن سال هم دکتر صاحب فرق میکنه مثلا سن سال از چه سالی میتونه که مشکل نداره از دو ماهگی طفلای خورده اجامه به صورت میکردن به خاطر که زردی زیاد میداشت باز نرمی گوشه یک خراش میدادن و فشار میدادن که این زردی بسیار سریعتر از آکوپوینت هایی که در گوش است یا عصبایی که در گوش است بسیار سریعتر هم یک مایع بسیار زرد میاد بیرون و این از دو ماهگی را قابل اجرا است. خب حجامت در چه بیماری های قابل تطبیق و استفاده هست؟ اکثرا بیشتر هم گفتم کسایی که مشکلات عصبی می داشته باشن و البته باز این باید در مشورت با دکترشان باشه یا ای که پیشمو کسی که متخصص طب سنتی و گیاهی است میتونن که یک آل خو بسیار خوب است بهترین لابراتوارا را ما داریم بهترین دکترا را داریم که اینا را مشخص میسازند که آیا چربی خون داره آیا از کدام اثر شکر است یا به اصطلاح زردی سیاه است اینا را باز تشخیص کرده باید اجامت بکنن بعد دکتر صاحب کسایی که اجامت میکنن اینا پس از این چی چیزا میتونن مثلا مواد غذایی چی بخورن ایمال عزیز سردی استفاده کرده میتونن نمیتونن قبل از اینکه اجامت بکنن 24 ساعت قبل از اجامت باید چیزایی بخورن که قلیا یا همی مواد اضافه بدن را کنترل بکنن مثلا اوانار بسیار خوب است و بعضی کسا هستند که میگن شما باید شکمتون حتما گرسنه باشه به هیچ عنوان شکم گرسنه اجامت نمیشه وقت اجامه میشه که اقلا این صبحانه را میل کرده باشه و یک دو ساعت از صبحانه گذشته باشه یا از نان چاشتش گذشته باشه که اگر به وقتی که گشنه می باشه و یا ضعف می داشته باشه به هیچ عنوان این اجامه کرده نمی دانن بله پس بعد از اینکه اجامه شدن بعد از این باز کدام مواد غذایی بعد از اجامه فقط چیزهای خنک نمی تانند که زخم آبچه میشه فقط برای 24 ساعت و حمام نمی تانند بعد از 24 ساعت مشکل نیست توضیح قبل از حجامت اگر اشاره کنین که اشاره کوتاه هم داشتین بله قبل از حجامت اینا خب باید برای 24 ساعت قبل زیاد چیزای سنگین نباید بگیرن مثل لوبیا مثل مکرونی مثل ماش پلو و چیزایی که سنگین هضم است چون میفهمند که ما مثلا 24 ساعت دیگه حجامت میشیم چیزای سبک و بسیار مایعات بدنشون خوب باید باشه دکتر صاحب بین یک مقایسه داشته باشیم از زدای خون و اجامت وقتی داد کسا هستن میرن به خاطر از این میگن خونم چرب شده زیاد شده مثلا میرن خون ادا میکنن و بعضی ها میرن اجامت میکنن میشه در این رابطه هم کمی بیشتر صحبت ایمال از اجامت خو یک مرحله ای است ببینین پیشتر یک تصویر انداختن برای عصبای سیاتیک اجامه فقط کسایی که مشکلات عصب سیاتیک درد کمر یا درد پا یا درد زانو رو کنترل بکنن فقط اگر ضرورت داشته باشه از عصب سیاتیک خون گرفته میشه و همیشه هم یک قدر خون نباید اینا بدن حالا یک سیستم شده که اکثرا من دوست آشنا را میبینم که 12 یا تا 13 تا 15 کف اینا خون دادن
پس اگه یکقدر خون میخوان بتن، چرا این خون خود نمیرن به نیروهای امنیتی خود اعدا نمیکنن؟ ما مشکلات زیاد داریم. ما میخوایم سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایره ببریم به صورت بزنس یا به صورت تجارت، که حیات یک انسان، شاید ما به خاطر 1000 افغان یا 2000 افغانی نمیتونم که یک حیات یک انسان را در خطر بندازم. بس یاستن از عوارض جانبیش حراس دارن دکتر صاحب، میترسن عوارض جانبی؟ ایمل عزیز، خود در صورت عوارض جانبی داره، پیشتر گفتم که آدمای غیر مسلکی و کپنگ زیاد میکنن. مثلا شخصا خود من اگر 18 تا 20 تا کپ مندازم، از 18 تا کپ فقط بادکش است، از دو تا ازی میتونم خون بگیرم یا از 3 تا ازی. چقدر وقت باد میتونن دوباره مثلا جامد اینا؟ اگر یک فرد 40 ساله است 40 روز باد میتونه، ولی در صورتی که یک کپ داشته باشه، چون یک 10 تا 15 20 سی سی خون ازی اضافه نباید بره. بله. اگر یک فرد 30 ساله است 30 روز باد میتونه. خب در خانما و آقایانی فرق میکنه یا خیر؟ بله، خانما در زمان عادت که میشه به هیچ عنوان حق اجامه را ندارن، زمانی که باردار هستن حق اجامه را ندارن، چون اینا کم خون هستن، مانع خودشون خون زیاد را ضایع میکنن، پس در بعد از عادت مانع هیچ به هیچ عنوان اینا حق اجامه را ندارن. بله، در پایان دکتر صاحب اگر حرف و پیامی مانده باشه و میشه در کل صحبت های ما را هم یک جنبندی داشته باشیم. ایمل عزیز، من خواهشم از هموطنان ممی است که هجامه را به صورت درست بکنند. با خون مردم نمیشه بازی کرد، با حیات مردم نمیشه بازی کرد. فقط گاهی وقتی اگر بسیار غلبه میکنند که ما ضرورت به هجامه داریم، به یک نزدیکترین شفاخانه خود میرن و یک مقدار خون را به نیروی امنیتی خود کمک کنند. که نیروهای امنیتی ما شب و روز به خاطر آرامش ما، به خاطر راحت بودن ما، به خاطر تحصیل ما اینا زحمت میکشند. پس ما اونقدر باید متوجه باشیم که برشون یک عهدای خون داشته باشیم، که نه تنها از طریق جامعه، به خاطر صحت خود ما و اطرافی ما، پس به خاطر صحت دیگران هم فکر بکنیم. کسایی که نیازمند قدر خون است میشه که کمک بکنین. بسیار زیاد تشکر جناب، زنده و سلامت، خوش آمدین. ما وقفه خود گرفتیم و پس از وقفه هم دوباره برمی